باز دوباره یکی از حرکت هایی که میاد روی نابرابری و انحراف لگن کار میکنه، فقط یه خورده حالت تعادلی هم بهش میدیم که حرکت استقامتی تر میشه. لطفا لایک کنید و برام کامنت بذارین. از صندلی کمک میگیریم، کف دست روی صندلی، پا رو در راستای لگن میبریم به سمت عقب و بعد دست مخالف رو میذاریم روی کمر. تمام تمرکز و آگاهی رو میاریم روی پایی که ثابت جلو روی زمین هستش، کامل آگاهی روی کل کف پا هستش چون اون هستش که تعادل رو نگه داشته، و بعد به آرومی از قسمت کتف میچرخیم. خیلی پهلو رو درگیر نمی کنیم چون داریم روی انحراف لگن کار میکنیم. پای پشت روی پنجه هستش، سر در راستای ستون فقراته. بعد آروم زانو رو خم میکنیم و حتما شکم رو به جلوی ران میچسبونیم، یه کوچیک کشش توی پا بیشتر میشه. بعد به آرومی پا رو عوض میکنیم، دوباره سر تو راستای ستون فقرات، از قسمت کمر خم شدیم به سمت پایین، برای اون سمت داریم حرکت رو انجام میدیم. به آرومی از قسمت کتف میچرخیم، دست رو تا هر جایی که میره پشت، عضلات ارضی شانتون بهتون اجازه میده پشت کمر بذارین، خیلی از قسمت پهلو نچرخین، از قسمت کتف بیشتر تنه رو بچرخونید. باز پاره که میبینید خم میکنم، کشش توی عضلات پشت پام بیشتر میشه، شاید یه کوچیک پاشنه پای عقبتون هم به زمین بیشتر نزدیک بشه. بعد آروم پاها رو بذارین عقب، به خاطر اینکه میخوایم اون فشاری که توی عضلات پشت پامون بوده رو آزاد کنیم، یکی یکی بدون اینکه فشاری توی زانو داشته باشیم پاها رو از پشت یکی یکی خم میکنیم. سرم حتما در راستای ستون فقرات نگه میداریم.